سلام دوستای عزیز، آرزو دارم جور و صحتمند باشین و در هر گوشه و کنار دنیا که هستین با فامیل نازنین و دوستای خوبتان خوش و آرام باشین. امروز نظر به فرمایش بعضی از دوستان لوله کباب تیار میکنم. 1 کیلو گوشت گاو، 3 دانه کچالو، 1 دانه پیاز، 4 دندان سیر، 1 قاشق چای خوری نمک و 1.5 گلاس آب به دیگ بخار علاوه میکنیم. سر دیگ بخار بسته میکنیم و روی حرارت متوسط به مدت 20 دقیقه بخار میتیمش. بعد از 20 دقیقه شما میبینین که آب دیگ کاملا خشک شده. اگر دیگ آب داشت بازم روی حرارت میمانیم تا کاملا آبش خشک شود. و این پیاز را هم که علاوه کرده بودیم دیگه ما ضرورت نداریم، از این استفاده نمی کنیم. بال گوشت را میمانیم که سرد شود تا از ماشین بکشیمش. کچالو را به می ترتیب یا کده پشت قاشق خوب نرم می کنیم. اگر کچالو را کده گوشت از ماشین بکشیم، گوشت حالت چسبوکی را به خود میگیره که تیار کردن کباب به ما مشکل میشه. با 1 ظرف گوشت ماشین شده، کچالوی نرم شده، 1 پیاله برد کرمز یا نان میده شده که سخاری هم میگن علاوه میکنیم و همچنان 1 قاشق غذاخوری پودر مرچ سیاه و 1 قاشق چای خوری نمک هم اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. و آل 2 عدد تخم علاوه می کنیم و باز هم خوب مخلوطش می کنیم. دست خود با کم آب تر می کنیم و از مواد آماده شده 1 مقدار می گیریم و لوله کباب تیار می کنیم. قسمی که شما می بینین بسیار با آسانی تیار می شه و در دست هم هیچ نمی چسبه. بخاطر تیار کردن کباب دوم باز هم دست خود تر میکنیم و به می ترتیب ادامه میتیم و همه کباب را تیار میکنیم. روغن روی حرارت میمانیم که داغ شود، ولی زیاد باید داغ نباشه. کباب را به روغن علاوه میکنیم. در اول باید حرارت کم باشه، بخاطر که اگر حرارت زیاد باشه کباب زود روی سرخ میشه، مگم داخلش نرم میمانه و یک قسم خمیرک میمانه. به این خاطر باید حرارت کم باشه و کباب باید در روغن زیاد سرخ کنیم، به خاطر که وقت مغز کباب پخته میشه و کباب کم سبک میشه و اصطلاح در روی روغن میایه. در اون وقت ما میفهمیم که کباب درست پخته شده و قسمی که شما میبینین کباب کاملا در روی روغن آمده، یعنی خوب درست پخته شده، ولی کم دیگه سرخش میکنیم تا کم رنگش زیادتر شود. و می اندازه که شما میبینین چقدر خوب سرخ شده، از این زیادتر کباب سرخ نمیکنیم، به خاطر که وقتی که سرد شد رنگش کمی تیره میشه. باقی کباب هم به می ترتیب سرخ میکنیم. دوستای نازنینم، لوله کباب خوشمزه تیار است. امیدوار هستم که ویدیو امروزی من خوشتان آمده باشه. من زیاد کوشش میکنم همه غذاهایی را که شما فرمایش دادین آماده کنم. نام خدا فرمایش ها زیاد است، ولی بازم من کوشش میکنم تا بتانم به زودی غذاها را به شما تیار کنم. ما از همه شما بسیار زیاد تشکری میکنم به خاطری که ویدیوهای آشپزی مرا میبینین و جهان سپاس است کامنت های زیبا و پر لطفتان. خوب عزیزایم، تا ویدیوی بعدی با شما خداحافظی میکنم. همیشه سعادتمند باشین.